ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر. حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت اشاره شده که هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است. همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت‌های مخصوصی بهره‌مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه 1966 نیز در مفاد 9، 10، 11 و 12 به این حقوق اشاره دارد. ماده 9. حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله بیمه‌ای اجتماعی به رسمیت می‌شناسد. ماده 10. مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند. ماده 11. کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده، شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی، همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت میشناسند. ماده 12. کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت میشناسند. همچنین ماده 2 منشور حقوق شهروندی میگوید شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند. ماده 85 منشور حقوق شهروندی، آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خود سازی معنوی و توان افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است. ماده 86 منشور حقوق شهروندی، حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره مند شود. ماده 87 منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند. و ماده 88 منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوق چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمنسازی محیط زندگی بهره مند شوند. در اصل 3 بند 12 قانون اساسی درباره پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی اشاره می کند و در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه می باشد. در اصل 20 قانون اساسی بیان می گردد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در اصل 21 قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در زمینه‌های ذکر شده در این اصل تأمین نماید.
ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سال خورده و بی سرپرست، اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. در اصل 29 قانون اساسی به برخورداری از تامین اجتماعی دلالت دارد، به خصوص در زمان بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، وقوع حوادث که نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه محسوس تر است. اما با وجود این اصول در قانون اساسی که بسیاری از آنها با شرط رعایت موازین اسلامی نوشته شده، در کشور این قوانین رعایت نشده و بسیاری از کودکان، جوانان، زنان و مردان بدون بهره‌مندی از این حقوق زندگی سختی دارند. امروزه زنان جامعه با محدودیت‌ها و معضلات چشمگیری روبرو هستند، از حجاب اجباری گرفته تا مشکلات آنان در شرایط خاص مانند زنان بد سرپرست، زنان بی سرپرست، زنان بیوه و سال خورده، مادران و حضانت کودکانشان و زنان کارتون خواب. همچنین کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در جامعه با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبانند، به ویژه کودکان خارج از ازدواج رسمی که شهروند تلقی نشده و همچنان بدون آینده می باشند. افراد توانخواه و سالمندان در جامعه به درستی از حقوق شهروندی خود و حمایت دولت برخوردار نیستند. دولت که بر اساس اصل 43 قانون اساسی اعلام می‌دارد برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی آنان در تلاش است، عملاً در جامعه کنونی ایران رفتاری مغایر با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی که خود آنها را پذیرفته و امضا نموده و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. فقر، نداری و عدم رفاه اجتماعی و از همه مهمتر نداشتن حق سلامتی به دلیل عدم توجه به محیط زیست سالم، کمبودهای دارویی و امکانات پزشکی که همگی ناشی از عدم وجود تأمین خدمات اجتماعی است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که رعایت حقوق مذکور مستلزم حمایت از برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن است. احترام به حق مالکیت فردی، حق بر اشتغال، حق بر آموزش و پرورش و حق بر امنیت اجتماعی از جمله این حقوق هستند که مقدماتی در تحقق حق بر استانداردهای قابل قبول برای زندگی قلمداد می شوند و حق سلامتی یکی از اساسی ترین حقوقی است که برای استیفای سایر حقوق بشری ضروری قلمداد می شود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.